سلام می به همه دوستای خوبم خوش اومدید به جلسه ای که میخوایم در اون راجع به یک فضای کاملا متفاوتی است اون چیزی که تا حالا حرف زدیم حرف بزنیم فضایی که اسمش از استراتژی های ترکیبی در نظریه بازی ها و این ترکیبی هم ترجمه لغت انگلیسی میکس هست بعضی ها آمیخته هم ترجمه کردن من ترکیبی رو ترجیح میدم شخصا اون بازی باخ و استراوینسکی استراوینسکی که قبلا با هم خیلی راجع حرف زدیم و یادتونه حتما یادتونه بازی همچین حالتی داشت که هر بازیگری این بازیگر یک این بازیگر دو میتونست بین کنسرت باخ و استراوینسکی یکی رو انتخاب بکنه و یک سری سود هم حاصل میشد من ما این سودها الان کاری ندارم اونجا من به شما گفتم که استراتژی یک بازیگر مثلا بازیگر یک مجموع استراتژی هاش چیه یا میتونه بره به کنسرت باخ یا میتونه بره به کنسرت استراوینسکی یعنی یا بی هست یا S. کاری که الان میخوایم بکنیم با همینه که کلا این فضا رو بشکنیم و اصلا یک جور دیگه به این پدیده نگاه کنیم و من میخوام براتون فضای متفاوتی از استراتژی ها رو توصیف بکنم بیایید فرض کنید که این آقای شماره یک به این خانوم شماره دو بگه که من اینجوری نیست که استراتژی این باشه که امشب میخوام برم باخ یا امشب میخوام برم استراوینسکی اصلا استراتژی من اینه که من با احتمال یک دوم به کنسرت باخ میروم و با احتمال یک دوم به کنسرت استراوینسکی میرم یعنی یه سکه میندازم پس من میتونم اینجا مثلا یک سکه بندازم اگر شیر اومد میرم به باخ اگر خط اومد میرم به کنسرت استراوینسکی این هم یک استراتژی دیگه خب یعنی الان میتونید ببینید این استراتژی کلا متفاوت هست از اون چیزی که ما تا حالا دیدیم این یک استراتژی هست که شما دارید به صورت تصادفی تصمیم میگیرید یعنی یک تاس میندازید میگید من با احتمال یک دوم میرم به این با احتمال یک دوم میرم به اون یکی یا اصلا یک حالت دیگه پس این شد الان مثلا یک حالت یک حالت دیگه اینه که یکی از این افراد بیاد بگه که من مثلا با احتمال یک سوم میرم به کنسرت باخ با احتمال دو سوم میرم به کنسرت استراوینسکی درسته دیگه اینم یک حالت دیگه من میتونم یک تاس بیارم تاس رو بندازم اگر یک و دو اومد تاس من برم به کنسرت باخ اگر سه و چهار و پنج و شیش اومد برم به کنسرت استراوینسکی که احتمال این دو سوم احتمال بالایی هم یک سوم پس همه این حالت میتونه وجود داشته باشه و به طور کلی من میتونم یک استراتژی استراتژی ترکیبی در حقیقت برای این بازی به این شکل تعریف بکنم که شما با احتمال پی برید به کنسرت باخ و با احتمال یک منهای پی برید به کنسرت استراوینسکی یا در حقیقت با احتمال کیو برید به کنسرت استراوینسکی به قسمی که پی به علاوه کیو برابر باشه با یک یعنی شما بالاخره یکیشون رو میرید خب یعنی این تصادفی بازی کردن شما یا به انگلیسی این رندومایز کردن شما جمع حالت باید بشه یک دیگه جمع احتمالهایی که به بازیهای مختلفتون نسبت میدید حالا این استراتژی که این اول داشتیم ما یادتون بیاد این استراتژی که این استراتژی ها در حقیقت این بود که من یا میرم به کنسرت باخ به طور قطع یا میرم به کنسرت استراوینسکی اون هم به طور قطع من ادعا میکنم که این استراتژی هم یک استراتژی ترکیبی هست به یک معنی خاص به این معنی که اگر شما مثلا بگید من میرم به کنسرت باخ عملا دارید میگید که من با احتمال یک میرم به کنسرت باخ و با احتمال صفر میرم به کنسرت استراوینسکی پس این هم در این چارچوب میگنجه و حالت کلی این میشه که شما بگید من با احتمال پی پس من این رو با زرد اینجا میکشم میرم به کنسرت باخ با احتمال یک منهای پی میرم به کنسرت استراوینسکی و پی میتونه هر عددی بین یک و صفر باشه خب میدونید دیگه احتمال نمیتونه بیشتر از یک باشه و نمیتونه کمتر از صفر هم باشه پس من میتونم بگم که یک استراتژی ترکیبی نسبت دادن یک احتمال به هر کدام از مثلا استراتژی های خالص خب من اسم این B یا S رو میذارم استراتژی های خالص و هر کدام از استراتژی های خالص خالص بازیگر است به قسمی که جمع احتمال ها برابر یک باشد خب پس من میام به این بی یا به این اس فقط اگه بخواید اون رو بازی بکنید میگم یک استراتژی خالص به این معنی که ترکیبی نیست شما عملا دارید فقط یکیش رو بازی میکنید البته ترکیبی هم هست حالا یه خورده دیگه توضیح میدم ولی اسم اینو میذارم استراتژی خالص و بعد میگم شما اگر بیاید بگید من اینو با یه احتمال پی بازی میکنم اینو با یه احتمال یک منهای پی بازی میکنم اگر جمع این دوتا بشه یک که اینجا طبق تعریف میشه یک در این صورت یک استراتژی ترکیبی تعریف کردید حالا بیاید یک مثال دیگه ببینیم اون مثال کوچه که یک کوچه ای بود این شکلی و از اول کوچه یعنی از صفر متری تا آخر کوچه یعنی مثلا 99 متری کوچه شما میتونستید بگید که دوست دارید دکه نگهبانی کجای کوچه ساخته بشه خب یعنی همه عددهایی که شما میتونید اعلام بکنید استراتژیهای های خالص شما هست صفر یک دو تا 99 یعنی می میتونید بگید من دوست دارم در یه متری ساخته بشه در دو متری ساخته بشه تا در 99 متری دکه نگهبانی ساخته بشه چیزی که ما در اون ویدیو که فکر کنم ویدیو پنجم بود با هم تحلیل کردیم این بود که هر کس میاد و فقط میگه مثلا من دو رو دوست دارم یا مثلا من صد ببخشید مثلا هشتاد و هفت رو دوست دارم حالا یک استراتژی ترکیبی برای این بازی من به این معنیه که من بیام بگم من دوست دارم مثلا با احتمال پی مساوی با یک صدم شما صفر رو انتخاب بکنید با پی مساوی با یک صدم دوباره شما یک رو انتخاب بکنی و همینجور تا پی مساوی با یک صدم شما 99 رو انتخاب بکنی خب یعنی به هر کدوم از اینها من میگم بیا با احتمال یک صدم اون رو انتخاب بکن یعنی من واسه خیلی مهم نیست که دقیقا بگم مثلا دو من میام به صورت کاملا تصادفی میگم هر کدوم دوست داری با احتمال یک صدام انتخاب کن حالا چرا این یک استراتژی ترکیبیه برای اینکه اولا من اومدم به هر کدوم از استراتژیهای های خالصم یک احتمال نسبت دادم و ثانیا جمع این احتمال ها از صفر یک دو تا 99 میشه 100 تا هر کدوم یک صدام جمع احتمالها میشه یک در حقیقت مجموع احتمال ها میشه یک حالا آیا این تنها حالتیه که من میتونم یک استراتژی ترکیبی برای این بازی تعریف کنم نه من یک حالت خیلی ساده دیگه هم اینه که بیام بگم مثلا با احتمال این پی صفر یعنی با چه احتمالی صفر بگو با احتمال مثلا یک دوم من میگم صفر و با احتمال مثلا یک دوم هم میگم 99 یعنی اول اول کوچه رو میگم یا آخر آخر کوچه رو برای اون دوتا هم سکه میندازم و هر عدد دیگه یعنی هر ایکس دیگه احتمالش رو من صفر میذارم یعنی یا اول کوچه رو میگم یا آخر کوچه و امکان ندارم من های کوچه جایی رو اعلام بکنم میبینید که جمع این احتمال ها باز هم میشه یک و من به هر کدوم از استراتژی های خالص هم یک عدد یک احتمال نسبت دادم که بین صفر تا یک هست اون احتمال هم. خب حالا من دوتا نکته کوتا همین آخر بگم بعد از اینکه فهمیدیم استراتژی های ترکیبی چی هست اولاً من به یک دسته از استراتژی ها میگم استراتژی های اکیدن ترکیبی استریکتلی انگلیسیش هست پس استراتژی های اکیدن ترکیبی اینها استراتژی هستند که احتمال هیچ کدام از استراتژی های خالص شما صفر نیست یعنی شما قطعا هر کدوم از استراتژی هاتون با یک احتمال بزرگتر از صفر حالا ممکنه خیلی کوچیک باشه اما بزرگتر از صفر است و بازی کنید بنابراین اگر من بیام بی رو با یک احتمال پی بزرگتر از صفر بازی بکنم و اس رو با یک احتمال کیوی بزرگتر از صفر این استراتژیم که یک استراتژی اکیدن ترکیبی و اگر پی یا کیو هر کدومشون صفر بشه اون استراتژی دیگه اکیدن ترکیبی نیست نکته دوم اینه که وقتی که شما یک بازه پیوسته برای تصمیم گیریتون دارید مثلا میزان ساعت کارتون رو حساب بکنید و این میزان ساعت کار میتونه هر عددی بین صفر و مثلا 24 ساعت باشه در یک بازه بسته در این حالت تعریف کردن یک استراتژی ترکیبی کمی پیچیده تره خب اگر متوجه هم الان نشید خیلی مشکلی نداره یه مقدار ریاضیات پیشرفته تری میخواد اما برای دوستانی که آمار و احتمالشون نسبتا خوب هست من میگم که شما کاری که اینجا باید بکنید اینه که یک تابع چگالی احتمال بیایید تعریف بکنید روی این بازه پیوستتون و بیایید بگید که من fx هم fxx هم برای هر کدوم از x های بین بازه 0 تا 24 چه جوری تعریف میشه خب میدونید دیگه چه تابه چگالی احتمال مثلا من چقدر اینجا رو من کثیف و شلوغ نوشتم ببخشید میتونید بگید که مثلا این 24 اگه باشه این صفر من تابع چگالی احتمالم مثلا یک همچین چیزیه درسته این الان میتونه یک تابع چگالی احتمال باشه که خب همونجوری که میدونید مساحت زیرش باید یک باشه اما خب من دیگه نمیخوام الان وارد جزئیات تعریف تابع چگالی احتمال روی مجموع استراتژی ها بشم امیدوارم با مفهوم استراتژی ترکیبی آشنا شده باشید در این ویدیو در ویدیو بعد کمی بیشتر با این مفهوم سر و میزنیم فعلا خداحافظ